په بستر پروت دغه عمر خوړلې سپینګیره لکلون راهیسې د مغزي سرطان په ناروغي اخته وو. د کورنۍ غړي وای ناروغي په گاونډي هوادونو هم ګرځولې او هیڅ پایلې نه درلوده. خو کندوز کې یو خصوصي روغتون د دغه ناروغ د مغزي سرطان بریالي عملیات تر سره کړل. دغه ناروغ څلور ورځې وړاندې د کندوز په یو خصوصي روغتون کې عملیات شو چې ډاکټران وایي ژر به خپل عادي حالت ته راوګرځي. که پایوازه ازی مجز پاکستان هم برده بودن، در کابل هم برده بودن، بنابرای مشکلات اقتصادی که داشتن پاکستان هم نکدن، این عملیات در کابل هم نکدن، بعد نزما آوردن ما خوشبختانه اینجا این همه تومور مغزی ازی را از سرش کشیدیم و بعد از عملیات هم خوشبختانه مریض ما رو بهبودی است. د دغه ناروغ زوی فواد وایي پلار یې له کلونو راهیسې د سر له درد شکایت درلود او په ګاونډیو هیوادونو کې یې له ګرځولو وروسته کندوز کې مریض تشخیص او بریالي عملیات یې ترسره شول. قبلا کابل مزار پاکستان بردیم و نتایج که به ما گفت کابل و پاکستان هم قانع کننده نبود و هم پول غذا که میگفتن ما نمیتونستیم پرداخت کنیم که خوشبختانه بود در شبخانه البرونی که هم خانه ما به حساب میشه هم دیگه کندوز نزدیک است به ما از اینکه بیرون بریم دیگه خوبتر است که در اینجا چکنیم و عملیات پدر ما موفقانه انشاءالله انجام شده بریم. د دغه روغتون مشر وایي که خلک پرې باور وکړي اړ به نشي چې بهرنیو هیوادونو ته د درملنې لپاره لاړ شي. ډاکټر عبدالستار غفور وایي تر دې هم د پیچلو عملیاتو توان لري او د بېوزله ناروغانو وړیا درملنه کوي. عزم و ارادی ما همی بود که باید مشکلات های مریض و مریضدارای ما باید در سطح خود منطقه حل شوه. مریض و مریضدارای ما به ولایت دوردست و حتی به همسایه ما در ممالک همجوار سرگردان نشوند، پریشان نشوند. ما با همچو عملیات هایی که در شفخانه خود کردیم، خصوصی عملیات اخیر و به یقین گفته میتونیم که هموطنهای ما در صورتی که به ما اعتماد کنند بالاتر از این عرضه خدمات هم کده میتونیم و مصارفی بسیار کم ولی به معیارهای بسیار بلند. کندوز چې د تیرو جګړو پر مهال په بیلابیلو برخو کې زیات ځپل شوی دی، په دې وروستیو کې پکې د نورو برخو تر څنګ د روغتیا برخې ته هم ځانګړې پاملرنه شوې چې تر ډیره یې د خلکو ستونزې حل کړي دي. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، کندوز.